آی 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 پا هم دیگه داره میشکنه. بگیر اینو زود 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 بگیرش. گلسوم کجاست؟ تو اتاقشه. خودتون گفتین از اتاقش بیرون نیاد. آیاره نیاد بیرون نیاد. هر چقدر تو چشم نباشه بهتره. برو برام یه لیوان آب بیار، یکم خونکشم. چیزه یه تر خانم جون، هاندا خانم تو اتاقشو منتظرتونن. دیگه چی؟ خودش نمیتونه بیاد که به من گفته برم اتاقش. میخوان باهاتون تنهایی صحبت کنن، مسئله مهمیه، گفتن فوراً بریم. میدونم مسئله مهمش چیه، تنها مشکل اون منم. اگه من تو این خونه آرامش نداشته باشم اونم خوشحال میشه. ببین به چه روزی افتادی، حتی نمیذارن یه لیوان آب از گلمون پایین بره. آخه با کدومشون سر کله بزنم؟ با کدومشون؟ با من کاری داشتی؟ آره بیا بشین اینجا خواهر جون. بفرما. نشستم. نکنه سیاتیکت باز درد گرفته، میخوای ماساژت بدم؟ آبجی من خیلی خستم، میخوام برم تو اتاقم استراحت کنم. یه راست برو سر اصل مطلب. میخوام بدونم اگه جای من بودی بازم چشاتو رو همه چی میبستی؟ اگه نیتمو میدونستی بازم همینجوری طلبکارانه حرف میزدی؟ همچین روزایی رو اگه تو خوابم میدیدم باور نمیکردم، اما پیش میاد دیگه. آدمیزاد تو زندگیش چه چیزا که نمیبینه. ببین خواهر، الان وقتشه که کنار هم باشیم. باید دست به دست هم بدیم و از یه سری اتفاقات جلوگیری کنیم، وگرنه هممون نابود میشیم خواهر جون. آبجی نکنه سرت به جایی خورده؟ مگه میشه من و تو بتونیم با هم باشیم؟ دست تو دست که هیچ، حتی کنار هم نمیتونیم باشیم. مطمئنی حالت خوبه؟ خیلی سرخوشی ها، خشن، عصبانی، اما هنوز نمیدونی چه بلایی سرت اومده. فقط داری یه ریز حرف میزنی. وقتی بچه رو گرفتی بغلت حساب کار دست میاد. بچه؟ بله بچه. آی گلسوم، خدا چیکار کنم؟ چی شد؟ یه تر حالت خوبه؟ هولیا زینب، گلاب بیارین، آب بیارین، زود باشین، یه حالش بد شد. یه تر جون بیدار شو. باید توی بیمارستان یه مدرسه درست کنیم. بعضی از بچه‌هایی که برای درمان میان مثل اسرا دوره درمانشون خیلی طول میکشه، از درسشون عقب میمونن. البته یه معلم اونجا داریم ولی این کافی نیست. بچه‌ها باید حس کنن که تو زندگیشون تغییر ایجاد نشده. چرا؟ برای اینکه بتونن بجنگن، برای اینکه پاپس نکشن، برای اینکه رویا پردازی کنن. فرهاد تو اصلا تو زندگیت خوشحال نشدی؟ یعنی تو بچگیت اصلا بازی نکردی، خوشگذرونی نکردی؟ اصلا رویایی داشتی؟ فرهاد بدو بلو 1995. آفرین. بازم موفق نشدیم. اینو ولش کن بذار اینجا بمونه، یکم اینجا بشینیم استراحت کنیم. بیا بشین همینجا. بشین. خدایا چشماتونو ببندیم ببینم. ببن زود باش، خوبه. حالا سرتونو اینجوری رو به بالا بگیر. حالا فکر کنی که الان دارین روی ابرا پرواز میکنی. دیدین؟ دیدم بابا. ای جونم پسرم، تو هم دیدی پسرم؟ بابا وقتی خلبان بشم همیشه بالای ابرا پرواز. تو میخوای خلبان بشی؟ سر قشنگه. تو میخوای چی کار بشی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ ها؟ یکم فکر کن ببین چی دوست داری؟ میدونی؟ کشتی که مسیر مشخصی نداره هیچ بادی نمیتونه بهش جهت بده، میفهمی؟ مثلا نخ این بادبادک دست کیه؟ دسته هر کسی که باشه پروازش اون آدم کنترل میکنه. حالا بر فرض مثال اون بادبادک یه انسان بود و نخ اون انسان دست یه آدم دیگه‌ای بود و اون براش تصمیم میگرفت که کجا بره و چی کار کنه. به نظرتون به این میگفتن زندگی؟ معلومه که نه.
پس واسه همین باید اختیار زندگیتون به دست خودتون باشه. فهمیدی فرها؟ یعنی قراره چی کاره بشین و هدفتون چیه، همه اینا انتخاب شماست. باید بدونین که تو زندگیتون چه هدفی دارین. باید بدونین که میخواین کجا برین. خودتون باید زندگیتون رو کنترل کنین. وگرنه آدمای دیگه میان و اختیار زندگیتون رو به دست میگیرن. و ممکنه تو این مسیر برسین به بهشت یا خدایی نکرده جهنم. اصلا باورم نمیشه. نمیشه بازی نکرده باشی، نخندیده باشی، خوشحال نشده باشی یا خیال پردازی نکرده باشی. به نظرم یه سر بیا بیمارستانمون یه چند تا آزمایش ازت بگیریم، درمانت کنیم. چی شده؟ باشه باشه میام. غذا تو تموم کن، باید بریم. کجا؟ بیمارستان. نمیخواستی وقتی به هوش اومد ببینیش؟ معلومه که میخواستم. خانم حالتون خوبه؟ آی یه چشام سیاهی رفت، نفسم بالا نیومد، فکر کردم دارم میمیرم. خیلی خوب، حالش خوب شد دیگه، به هوش اومد. شما بریم بریم. آب جهاندان خودتو اذیت نکن، اذیت نکن، آروم باش. اگه تو هم می اومدی به من میگفتی، منم از تعجب قش میکردم. درسته که بعد از ما وارد خانواده شدی، اما بازم عضوی از این خانواده ای. حالا چی؟ دیل خانم با این بچه تو شکمش اومده میخواد بگه منم یکی از شما ها. چی؟ چی؟ بچه مال ایدیله؟ مگه کس دیگه ای هم حامله؟ آبجی، آبجی تو مطمئنی؟ معلومه که مطمئنم. داداش نامیک چطور میتونه همچین اتفاقی رو قبول کنه؟ مگه کسی هم هست که ازش بپرسه؟ ببین تو زن باهوشی هستی، اینا همش نقش از نقشه، همش رو برنامه ریزی کرده، میخواد تو ارث بچه های ما شریک بشه. نباید بذاریم همچین اتفاقی بیافته، اصلا امکان نداره. ولی تو هم مقصری، فقط به خاطر اینکه من ازش خوشم نمیومد از لجت به اون زن فرصت طلب پر و بال دادی. به خاطر تو بود که قدرت گرفت. تازه الان سرت به سنگ خورده؟ دیگه کار از کار گذشته، پشیمونی فایده نداره. الان باید به فکر آیندهمون باشیم، هر چه سریعتر باید یه کاری بکنیم. فردا پس فردا ایدیل خانم بچه بغل میاد تو این خونه، میگه من همه کارم. اون غلط کرده. باید با هم باشیم، باید کاری کنیم که از شر این بچه خلاص بشیم، وگرنه هممون نابود میشیم. کمیسر جیم، وقت دارین؟ ابرو خیر باشه؟ مشکلی واسه پیش اومده؟ نه. پس من باید برم، کار خیلی مهمی دارم که باید بهش رسیدگی کنم. میخواستم در مورد آسلی باهات حرف بزنم. امروز اصلا حالش خوب نبود، خیلی ناراحت بود. یعنی اصلا شبیه کسایی نبود که تازه ازدواج کردن، فقط من تو چشاش ناامیدی میدیدم. دم در فرهاد منتظرش بود. ابرو تو این آدم ها رو میشناسی؟ مگه میشه نشناسم؟ به لطف آقا نامیک درس خوندم، همه اعضای این خانواده رو خوب میشناسم. پس واسه همینه که انقدر محکم و سرد با هم حرف میزد، فکر کرده از چیزی خبر ندارم. اومدم به این خونه، اینقدام راحت نیست. من تمام زندگیمو دادم، زندگیم. از حالا باید عقلانی حرکت کنیم، باید چارچشمی مراقبش باشیم، یه آتو ازش بگیریم، کارشو بسازیم. میترسونیمش، میگیم بچه رو سخت کنه، باید سختش کنه. اگه بچه اینقدر بزرگ بشه که سختش نکنن چی؟ من این چیز حالیم نمیشه. من آدمی نیستم که حق بچه هامو با کس دیگه ای قسمت کنم. اون بچه به هیچ وجه نباید به دنیا بیاد. واسه انداختنش هزار جور راهه. یه راهی پیدا میکنیم و از دست اون بچه خلاص میشیم، وگرنه روزگارمون سیاهه.
همینطور ایدیل. با سیاب به نوبت چیگرم؟ نگران نباش. به نظرت داداش نامیک خبر داره؟ فکر نکنم. نامیک تو این سن دیگه بچه نمیخواد. به نظرم از اون پنهان کرده. فرصت طلب. فکر کردی میذارم یه بار دیگه خنده رو لبات بیاد؟ بهونه ی عشقایی که بعد از این قراره بریزیم منم ایدیل خانم. خواهی دید. خواهی به هم جواب بدی؟ خوبم. آه آفرین. دستمو بگیر ببینم. میتونی فشارش بدی؟ دستمو فشار بده. اوه آفرین. با این روند دو هفته دیگه میتونیم بریم سوار بالون بشیم. بذار ببینم. آیایای این پاتم ببینم. عالیه عالیه. با هم میای دیگه؟ آره. خوبه. میدونی که خیلی دوست دارم. خب دیگه چشماتو ببن. ابرو من باید یه راهی پیدا کنم که آسلیون نجات بدم. بهم کمک میکنی؟ داداش جیم، این بلا به خاطر من سر آسلی اومده. اگه بتونم کاری کنم که اون نجات پیدا کنه، یه ذره از عذاب وجدانم کم میشه. حالا که نامیکو خانواده‌اش رو میشناسی، اونا هم تو رو میشناسن، بعد یه جوری نفوذ کنی. برو خونهشون. میخوام کنار اصلی باشی. متوجه شدی؟ آره، هر کاری بخوای میکنم. در حال حاضر نه فقط به من، بلکه ازت میخوام به پلیس هم کمک کنی. ابرو منظور جاسوسی؟ تقریبا. نمیدونم، اگه بتونم چرا که نه. خوبه. ببین، من دارم پرونده گم شدن اصلی رو حل میکنم. یه سرنخم گیر آوردم. اگه تو هم به ما کمک کنی، از چهار طرف محاصره میشم. این کارو تموم میکنی. باشه، ولی من الان باید برم. تو شماره تلفنت واسم بنویس، من به دادستان معرفی میکنم. دلت واسم تنگ شده بود؟ خیلی. بابا چرا اینجوری شدی؟ یه اتفاق کوچیک واسم افتاد عزیزم، اما به همین زودی خوب میشم، نگران نباش. خیلی ما رو ترسوندی. در عوض شوهرت از قبل جذابتر شده. شوهر من همیشه جذاب بود. آروم، الان میافتی دکتر. چطور تونست با منم چی کاری کنه؟ خوبی؟ داداش یارو متأهله، یه بچه هم داره. خانواده‌شو تو ازمیر گذاشته، بعدش هم اومده به زنده‌داش ما گفته من مجردم، اینجوری خامش کرده. اینا هم عکسای خانواده‌ش هم ببین. آه
به زن سینان خبر بده، بگو شوهرش کتک خورده، زخمی شده، تو بیمارستانه، بچه‌ش هم برداره با اولین پرواز بیان اینجا. این خانم دکترم واقعیت رو با چشمای خودش ببینه راحت شی. باشه پسر خاله، هر چی تو ببن را بیفت. من از این رو ببر. خواستی منو ببینی؟ درسته؟ کنجکاو شدم ببینم کارو چطوری تموم کردی؟ از آدمای خودت بپرس. من رو قولی که دادم موندم. واقعا؟ خب پس لپتاپت کجاست؟ دست اون یاروه. من تو دستم چی دارم؟ هیچی. ببینم تو چرا انقدر راحت رو برون نشستی؟ از حماقتته. نظرسنجی ها چی میگن؟ میدونی دایی چند امتیاز از من بالاتره؟ این نشون میده که باید بیشتر تلاش کنی. من نه، تو قراره تلاش کنی. باید واسم یه چیز دیگه ای بیاری. یه مدرکی که نامیکو به خاک سیاه بشونم، یه سندی، ویدیویی، چیزی که بتونم برای گرفتن رأی 100% ازش استفاده کنم. فقط یه بار کمکت کردم، دیگه رو من حساب نکن. به نام یک زنگ میزنم، زنگ میزنم و میگم که خائنی که دنبالشن تویی. 3 روز وقت داری. 3. برو. نگاه کن تو رو خدا، این همه وقت اومدیم تو این خونه هنوز هیچی سر جاش نیست. سونا جونم، کراوات قرمزم کجاست؟ باز پیداش نمی کنم. بهت گفته بودم که صبح لازمش دارم. نمی دونم عزیزم، خودت پیداش کن دیگه. اینا چی هن؟ یعنی چی؟ سونا اینا چی هن؟ اینا چی هن تو کمد گذاشتی؟ اسباب بازی دیگه. چرا این همه اسباب بازی خریدی؟ ای بابا تخفیف داشت، منم خریدم. گوشی داره زنگ میزنه، بی برش دار، از اداره است. بله جم. قربان من اومدم دم در خونه. باشه دارم میام. من رفتم. اگه دیر کردم منتظرم نمون. باشه باشه، پس منم میرم دنبال عوض جان. خدافظ، خدا به همراهت. خیلی ممنون، زحمت کشیدی اومدی دنبال. اختیار دارین قربان، بفرمایید. خب ببینم جسد این آدم سونمنس کجاست. تازه رفته واسه کار با چکافی. خوبه، از اینجا به بعدش دیگه مثاب خوردن. 1000 تا اثر انگشت روش هست. البته اگه تا الان جسد نشسته باشه. ای بابا، این کار آزمایش دی ان ای داره، مشخصات مو هست. خیلی سرنخو از کمیسر جم. من که نباید کارتو بهت یاد بدم، یکم بخند مرد. داریم به روز نهایی نزدیک میشیم. تو به خواهرت میرسی، منم با نامیک تصفیه حساب میکنم. انشالله قربان، انشالله. Thank you.
پاشو. کجا اومدی؟ پیش دنیز؟ من به دنیز زنگ نزدم، هیچی بهش نگفتم، هیچی براش تعریف نکردم. تو رو خدا باهاش کاری نداشته باش. دو ساعت وقت داری، برو با دوستت درد و دل کن، خودتو خالی کن، زود باش. واقعا من دیگه نمیتونم بشناسمت. چی کار میکنی؟ پشت. فقط دو ساعت. دو ساعت دیگه میام دنبالت. ممنون. خوب شد دیگه محافظم هم اومدن. آسلی، میدونی چقدر نگرانت شدم؟ دختر دیوونه، اول خوب بغلت میکنم، بعدش هم حسابی کتکت میزنم. تو حالت خوب نیست؟ شوهرت همونیه که سوار ماشین شد؟ اون اذیتت کرده؟ چیزی شده؟ حرف زندگی اصلی میشه بگی چی شده؟ شامتو برات آوردم. گرسنه نیستم. یعنی چی گرسنه نیستم؟ ها؟ تازه به پررویه تمام سر به سرم میذاری؟ اگه دنیا رو هم جلوت میذاشتن میخوردی. واسم نقش بازی نکن. سرده. همینی که هست گلسو. الان هزار تا بدبختی رو سرم ریخته، بزرگترینش هم توی. هرچی میذارم جلوت کوفت کن. زیادم این ور اون ور نچرخ. من بهشون میگم یکم افسرده ای، تو هم همینجوری رفتار کن. فهمیدی؟ دو روز دیگه از اینجا میریم. باید فردا میرفتیم، ولی از شانست یه کاری واسم پیشو. گفتم که من هیچ جا نمیرم. کسی از تو نظر خواست؟ ها؟ ساکت شو. تو دیگه حق حرف زدنم نداری. تموم شد. هر کاری من بگم میکنی. میریم از شر اون بچه تو شکمت خلاص میشی. آخ، من امروز دیدم قراره چه بلایی سرت بیاد. کاملا حسش کردم. تا هیچ کس چیزی نفهمیده از اینجا میریم. همین. اثر انگشت آدم تو سیستم. اگه با جنازه پیدا شده مطابقت داشته باشه تازه حالا میاد سر جاش. خوب چی شد؟ جسد رو تشخیص هویت کردیم جناب کمیسر. همونیه که دنبالشین؟ آدم سونمز. چه جوری به قتل رسیده؟ هنوز اطلاعی نداریم قربان. متخصصین کالبد شکافی دارن بررسی میکنن. وقتی کارشون تموم شد نتیجه رو بهمون میگن. واقعا ازت ممنونم. خوش اومدین آقا نامیک. دو تا ماشین آماده کن، چند تا مسافر داریم که باید برن مزرعه. بروی چشم. تا کی میخوای لج بازی کنی ها؟ خسته نشدی از بس پشت سرم این کارو کردی؟ فکر میکنی از هیچی خبر ندارم؟ داری در مورد چی صحبت میکنی؟ خوب میفهمی دارم چی میگم. جلوی اون همه آدم به تاکید کردم برای اینکه همه بشنون و بدونن باید چطور رفتار کنن، مخصوصا تو. ولی تو چی کار کردی؟ باز هر کاری دلت خواست کردی. رفتی خونه اید که چی بشه ها؟ چی گیرت اومد؟ اون بیا به رو تو رو بخشید؟
چیکار کردی؟ رفتی به پاش افتادی بهش التماس کردی؟ اون پسرم نامیک. همچین پسری نیست و نابود بشه. اون آدم واسه اینکه ما رو بندازه زندون هزار تا پلیس انداخته دنبالمون. نتونستم طاقت بیارم نامیک. ببین یه نفعه دارم، رفتم اونو ببینم، با عروسم آشنا شدم، اصلا یه ایتون ندیدم، حتی باش رو در رو هم نشدم، فقط واسه اینکه دلم آروم بگیره خواستم ببینمشون، نیت دیگه ای نداشتم. تموم شد. این همه سال به خاطر پسرم، به حرمت گذشته‌ای که داشتیم ساکت موندم، ولی دیگه تموم شد. از این به بعد نمیخوام قیافتو ببینم نه صداتو بشنوم. ماشینا منتظرن. دخترتم بردار برید مزرعه. از این به بعدم یه جوری زندگی کنین انگار ما وجود نداشتیم. داری منو میندازی بیرون؟ به جای من از خودت ناراحت باش یتر. من حرفم از روز اول گفته بودم، ولی تو توجهی نکردی. هاشدی رفتی در خونه اون ایت. الانم باید عواقبش تحمل کنی. دیگه هیچی نگو یتر. از اینجا میری. باشه، پس مژده این خبر رو تو به پسرمون میدی یا خودم بگم؟ داری از چی حرف میزنی؟ چه مژده‌ای؟ کدوم خبر؟ خانوادمون داره شلوغ‌تر میشه. چه خوب. آخ نامیک، تو چقدر خوش‌شانسی. تو این سن معجزه شده. فرهادو میگم، یه برادر دیگه. تو این خبر رو بهش میدی یا من بگم؟ فکرشو بکن. با یه مژده هم میفهمه که باباش زنده است، همین که صاحب یه برادر دیگه میشه. نظرت چه نامیک؟ به نظرت ممکنه فرهاد خوشحال بشه؟ بهش تیر خورده از فاصله نزدیک. گلوله از بدنش خارج شده ولی نتونسته زنده بمونه. راستی یه عمل خیلی سختم روش انجام شده. چجور عملی؟ بدنشو هنوز باز نکردم ولی مشخصه که توسط یه متخصص انجام شده. جزئیات بیشتر رو بعد از کالبد چکافی بهتون میگم. عمل کی روش انجام شده؟ قبل از مرگش. حد اکثر یه روز قبل از مرگش. مرتی که عوضی، واسه همین خواهرم رو دزدیده دادستان، واسه اینکه این عمل رو انجام بده. پس بعدش چرا ازدواج کردن؟ اونم میفهمیم قربان، میفهمیم. کجاست؟ چند دقیقه پیش همینجا بود، من با دستای خودم پارچه رو کشیدم روش. اون یکی خروجی کجاست؟ سمت راست کمیسر. به مدیر سلام برسو. برای چش داداش فرهاد. از این طرف بریم. فردا مشاور مدرسه میخواد با همون صحبت کنه. چرا؟ وقتی بریم میفهمی.
باز داری کارای مسخره میکنی. آخه بچه به این کوچیکی چه نیازی به مشاوره داره؟ اونی که نیاز به روانپزشک داره توی. عشقم به دادم برس، دارم زایمان میکنم، خیلی درد دارم. چی شد؟ یهو صدات قطع شد جونی. هیچی، از صدق سرت بازی رو باختم. دختر این همه سال از بیروت برگشتی، یعنی حتی یه بارم نباید میگفتی؟ عشق به این قشنگی رو تجربه کردی، کلی عذاب دوری رو تحمل کردی، ولی هیچ. دنیز تو خودت تا حالا چیزی از کسی پنهون نکردی؟ کردی؟ نه خیر، من تا امروز چیزی رو از تو پنهون نکردم اصلی جون. باشه، قبوله، من مقصرم، من اشتباه کردم، معذرت میخوام. راستش دیگه خودمم نمیدونم باید چند دفعه از تک تکتون معذرت خواهی کنم. دیگه کم آوردم دنیز، حداقل تو دیگه بیخیال شو، خواهش میکنم، انقدر گیر نده، خواهش میکنم. زندگی همینجوری داره میکوبه تو سرم. مهمترین ضربه‌ام سینان بهم زد. طرف متأهل بوده، متأهل، حتی بچه داره. آخه من چرا اینقدر احمق بودم؟ متوجه نشدم، هیچی نفهمیدم. خدایا من چجوری نفهمیدم؟ چطور متوجه نشدم؟ اگه میشه، یعنی اینقدر احمقم؟ از من میپرسی؟ آره احمقی. من از همون اولشم از این سینان خوشم نیومد. میدونی که متولد برج عقربم، یه پا آدم شناسم، معلوم بود که آدم درستی نیست. شوهرم اومده. قهرمانم فک سینان رو آورد پایین، انتقامم رو ازش گرفت. پاشو بریم، حالت خوب نیست. با هم آشنا نشدی؟ من دنیزم. ای والا، زود باش. الان باشه، صبر کن، میام، دارم میام، خودم میام. خیلی خوب. یواش یواش یواش. باشه دیگه، من خوب. ممنون. اصلی اینو یادت رفت. این چیه؟ همون شیرینیه که خیلی دوست داری، نوخامه ای. ممنون دنیز، من خیلی شیرینی دوست دارم. فرهاد شیرینی دوست نداره ولی من دوست دارم. نوشه جونت، دفعه بعد که خواستی بیای زنگ بزن، بازم واسه درست میکنم. من فقط بهتره اینو بذاریم تو صندوق عقب، یه وقت له نشه. بذار رو صندلی عقب. راست میگی، اینجوری بهتره، یادم رفته بود. باشه، ازت ممنونم دنیز. مواظب خودت باش عزیزم، خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. Thank you.
جونیت پسرم. ازگی آب میخواد، داشتم میرفتم آشپزخونه. پس ویلدان این وسط چی کار است؟ مگه مامانش نیست؟ چرا اون نیومد؟ ویلدانو که میشناسی. منم خوابم نمیومد، گفتم بیام یه سر به گلسون بزنم. بگذاریم، تو برو به کارت برس. ممنون مامان یتر. آی والا این بچه داره حیف میشه. آخه مگه با ویلدانم میشه زندگی کرد؟ کنم زیاد روی کردم، مست شدم. میتونی راه بری؟ میتونم، اونقدر هم مست نیستم. یه چیزی میخوام بپرسم. چرا منو بردی پیش دنیز؟ چرا چرا؟ خودم بهت بگم، چون دلت بازم سوخت. من چی بودم؟ ازم بلش کن. خودم بهت میگم، یه دختر بچه که با یه آدمه عوضی دوست شده و عاشقش شده. درست نمیگم؟ متأهل بوده، بزنش خیانت کرد به خاطر من، بچه داره. ای بابا، کاریش نمیشه کرد. تو که میگفتی آدم خوبیه، قرار بود بالاخره باهاش ازدواج کنی، مگه نه؟ خانواده خوب بسازی. خب چی میشه گفت؟ هیچ کس اونطور که از بیرون میبینیم نیست، درسته؟ آفرین. آدم ها رو از ظاهرشون نه، از درونشون باید شناخت. اینم درس دوم. ببخشید، اون یکی درس رو یادم رفت، اون چی بود؟ هنرنمایی دیروزت. خیلی فراموش کن، فراموش نکن. پاشو. آقایز، پله ها خیلی زیاده، خیلی خیلی. آه وایسا، چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بذارم زمین، بلم کن، خواهش میکنم منو بذار زمین، همینجا خوبه، بذارم زمین. اوه، میبینم جشن گرفتین. حتما چون نرفتین ماه عسل تصمیم گرفتین شبا بریم بیرون. سلام. بیا بریم، تو خوابت میاد. شبتون بخیر. رسیدیم. میخوام یکم هوا بخورم. هوا. بیا.